متفورمین دارویی است که در بیماران دیابت نوع دو برای کنترل دیابت استفاده میشه. از این دارو به صورت تکی یا ترکیبی در درمان بیماران دیابت نوع دو استفاده میشه. در دوران بارداری داروی ارجح کنترل قند انسولین است. منتها گاهی شرایط بیمار طور اقتضا میکنه که لازم از متفورمین استفاده بشه. و همینطور لازم مصرف متفورمین در شیردهی هم ادامه پیدا کنه. این سوال برای خیلی ها مطرح است که آیا مصرف متفورمین در دوران شیردهی مادر مجاز هست یا نه؟ آیا متفورمین میتونه از طریق شیر مادر به بچه برسه و ایجاد مشکل کنه؟ من دکتر حمید سجاد هستم، متخصص داخلی. تو این ویدیو میخوام به این سوال جواب بدم. اگه شما از اون دسته بیماران خانم دیابتی هستین که قندتون رو با رژیم خاص دیابتی و مصرف متفورمین دارین کنترل میکنین و حالا متوجه شدید باردار هستین، مصرف متفورمینتون رو قطع نکن. منتها در اولین فرصت با پزشک زنانتون هم مشورت کنید و ایشون رو حتما در جریان بذارید. قطع ناگهانی متفورمین ممکنه عوارضی داشته باشه که اولین مشکل اون افزایش ناگهانی سطح قند هست و حتما اینو میدونید که قند بالای کنترل نشده خطر مرگ داره. متفورمین از طرف سازمان کنترل دارو و غذای آمریکا به نام FDA در گروه B قرار گرفته که به این مفهوم است که هیچ مشکلی از نظر عارضه روی بچه نداره. در زمان لقاح هم مصرف متفورمین نه تنها مضر نیست، بلکه مفید هم هست و نه برای آقا و نه برای خانم هیچ مشکلی ایجاد نمی کن. برعکس این دیابته که هم برای خانم و هم برای آقا مشکلات باروری ایجاد کرد. در زمینه مصرف متفورمین در بارداری من ویدئوی جداگانه‌ای درست کردم. کلا تا به حال 3 تحقیق در این مورد انجام شده. من نتیجه 3 تحقیق رو خدمتتون عرض می‌کنم. متفورمین بله از طریق شیردهی میتونه به بچه برسه، ولی اولا مقدار متفورمینی که به بچه میرسه خیلی خیلی کم و کمتر از 0.5% از دوز دریافتی مادر است. اما هیچ اثر منفی روی بچه تا به حال دیده نشده، حتی با مصرف طولانی دارو توسط مادر. نکته قابل ذکر این که سطح متفورمین شیر مادر در طی شبانه روز همیشه در یک سطح ثابتی است و اینکه اگر در ساعت‌های خاصی شیردهی انجام بشه به بچه دوز کمتری از دارو برسه مطلب درستی نیست و این کار ضرورتی نداره. در مطالعات انجام شده متوجه شدن در 78% خانمایی که شیردهی داشتن و از متفورمین هم استفاده کردن هیچ مشکلی نه برای مادر بوده نه برای بچه، و اگه این مشکلی هم وجود داشته ارتباطی به مصرف متفورمین نداشت. مشکلاتی مثل اشکال در شیر دادن به بچه و اینکه مادر دیگه موفق به شیر دادن به بچه نبوده، اینا در دیگه بجز مصرف متفورمین داشته. مثلا مادر چند قلویی داشته یا تولید شیر مادر کم بوده و یا خود بچه یه ناهنجاری های مادرزادی داشته. اگه تا حالا عضو کانال من نبودین هم یاران عضو شین و دکمه سابسکرایب کلیک کنید تا در جریان بروزترین و معتبرترین مطالب سلامت قرار بگیرید. لایک و کامنت هم فراموش نشه. اگه هر سوال پزشکی دارین خوشحال میشم در قسمت کامنت جوابتون رو بدم.